پیش مشاور بردنش هر کاری کردن تا یه چیزی بگه اما فایده ای نداشت یک هفته ای بود که توی این وضعیت بود تا اینکه به طور ناگهانی این اتفاقات افتاد پدرش که میگه مطمئن یه نفر این وسط باعث شده تا پریا مجبور بشه که دست به این کار بزنه اون هیچ وقت چیزی رو از ما قایم نمی کرد اما توی این یک هفته انگار که بلای بدی سرش اومده بود مدام از ما فرار میکرد و گوشه گیر شده بود ترسیده بودم برای همین هم اون رو پیش مشاور بردم اما مشاوره هم فایده ای نداشت مادر پریا میگه دخترم جلوی چشمای من توی این یک هفته پرپر شد و من نتونستم براش کاری بکنم کاش حرف میزد و به همون میگفت که چه اتفاقی افتاده مدیر مدرسهش یه چیزایی میدونه اما نمیخواد به همون چیزی بگه 13 بهمن ماه سال 1400 اتفاقی وحشتناک در منطقه از شهر اصفهان برای دختری به اسم پریا در یک خانواده ی سه نفره رخ میده پدر و مادر این دختر به هیچ عنوان از اونچه که برای این دختر گذشته خبر نداشتن اونها در اظهارات خودشون در اداره پلیس راجع به تحقیقاتی که اتفاق میفته میگن که نمیدونن پریا این اواخر درگیر چه کارهایی شده بوده پریا بیگ اما توی این یک هفته عذابهای بسیار زیادی کشیده و پلیس طی تحقیقات مفصل و تکمیلی که داشته موفق میشه تا اطلاعات مهمی رو به دست بیاره اما ماجرا دقیقا از اینجا شروع میشه ساعت حوالی هشت شب مادر پریا چون خونه ی مادر شینا بوده پدرش به دنبال اون میره و سر همین موضوع هم کمی برگشتنشون به خونه طول میکشه گویا اونها توی خونه ی مادر بزرگ پریا سرشون گرم صحبت برگ برای همین هم خونه رو فراموش کردن حوالی ساعت 11 شب بوده که این دو نفر به خونه برمیگردن اما وقتی وارد اتاق پریا میشن با صحنه وحشتناکی روبرو میشن شما اظهارات مادر پریا سارا رو میشنوید کاش که پاهام میشکست و به خونه ی مادرم نمیرفتم همسرم به دنبالم اومده بود توی خونه با مادرم مدام شوخی میکردیم و همین موضوعم هم باعث شد تا مادرم بهمون به اصرار بکنه و برای شام بمونیم بارها بهش گفتم که پریا توی خونه تنهاست و باید به خونه برگردم اما به حرفم گوش نداد حوالی ساعت یازده و نیم شب بود وارد خونه شدم چراغا خاموش بود و احساس کردم پریا توی اتاقش خوابیده صداش کردم اما جوابم رو نداد با رو خوش و لبخند وارد اتاق شدم اما همونجا خوشگم زد چراغ رو که روشن کردم دختر بیگناه هم رو دیدم که روی زمین افتاده یه گوشه و کف اتاق هم پر از خونه چشمم که به دستش افتاد از هوش رفتم همسرم به دنبال اینکه من به زمین خوردم صدای زمین خوردن من رو شنید و به اونجا اومد و بعد هم با دیدن این صحنه سریعا با نیروهای امدادی تماس گرفت به خودم که اومدم دیدم, دیدم دخترم روی برانکارد و کادر درمان دارن اون رو به بیمارستان منتقل میکنن داشتم میشنیدم که تیم اورژانس به همسرم میگفتن که خیلی دیر شده و اون زنده نیست و نمیشه از دست ما کاری بر بیاد همسرم اما التماسشون میکرد و میگفت یه کاری بکنید برای همین هم اونها جلوی چشم ما دخترمون رو به بیمارستان منتقل کردند بعد از اون خودمون هم به بیمارستان مراجعه کردیم اما کادر درمان بهمون به گفتن که اون تموم کرده باورم نمیشد که دخترم دست به چنین کاری بزنه یک هفته ای بود که حالش بد بود ولی من ازش خواهش کرده بودم تا همه چیز رو برام تعریف بکنه پریا با این وجود هیچ حرف قضیه دقیقا همون روزی استارت خورد که پریا توی خونه تنها موند و من و همسرم برای اینکه به ویلا مون توی حاشیه اصفهان سر بزنیم به اونجا رفته بودیم من اون روز وقتی که برگشتم خیلی خسته بودم برای همین هم به دخترم دقت نکردم اون توی اتاقش خوابیده بود صداشم کردم جوابم رو نداد برگه همین هم کاری به کارش نداشتم اما از فردای اون روز متوجه شدم که پریا یه جوری شده سرد شده بود بیهست شده بود هرچی باهاش حرف میزدم. به من نگاه نمی کرد انگار که می ترسید نمی تونست توی چشمام نگاه بکنه هرچقدر دور سرش می گشتم و بهش می گفتم اگه چیزی شده بگو اما هیچ حرفی نمی زد اون سال آخر دبیرستان بود توی این یک هفته هر جوری که بود خودم اون رو به مدرسهش می بردم و دو سه باری هم با مدیر مدرسهش راجع به این موضوع حرف زده بودم اون یه چیزایی می دونست اما به هم نمی گفت ازش خواهش کرده بودم تا به هم بگه که چه اتفاقی افتاده اما می گفت هنوز مطمئن نیست که موضوع چیه برای همین هم نیاز هست که با پریا بیشتر حرف بزنه و به هم میگفت که نگران نباشم منم حرفش رو قبول کرده بودم و دیگه پیگیر ماجرا نبودم توی خونه با همسرم راجب این موضوع حرف زدم اون هم نگران حال پریا شده بود برای همین هم روز سومی که این اتفاق برای دخترم افتاده بود اون رو پیش مشاور بردیم اما مشاوره هم فایده چندانی نداد و نهایتا این بلا سر دخترم اومد پدر پریا میگه توی اون بازه من پریا رو پیش مشاور می بردم و هر بار که دخترم از اونجا برمیگشت با خود مشاور حرف میزدم اونم چیزی سر در نیاورده بود با اینکه مشاور حاضقی بود ولی به هم میگفت دخترم اصلا پیشش حرف نمیزنه تو همین بهبوهه بودیم که این اتفاقات افتاد در حال حاضر هم چیز مشکوکی وجود نداره و ما نمیدونیم که پریا چه چیزی رو ازمون داشته مخفی میکرده جنازه این دختر اما بعد از اینکه کادر درمان اون رو به بیمارستان منتقل کردن توی بیمارستان بررسی میشه و میشه که اون خودش دست به این کار زده و با چاقو رگ دستش رو بریده حراست بیمارستان اما توی اون بازه با توجه به اینکه قضیه حساس بوده ماجرا رو با پلیس در میون گذاشته و پلیس هم درخواست کرده تا جنازه به پزشکی قانونی منتقل بشه و تحقیقات در این باره کار رو به اینجا رسونده تا پدر و مادر پریا این حرف رو بزنن پدر پریا حرف خاصی نداشته و میگه چاره ای نیست و میدونم که دخترم خودش دست به این کار زد و نمیشه کاری کرد. اما مادرش مدام اصرار می کرده که دخترش خود به خود دست به این کار نزده و یه نفر با بانی این تا از معمورا می خواد تا بدن دخترش رو توی پزشکی قانونی تحت کالبد شکافی قرار بدن اتفاقا پلیس هم همین کار رو انجام میده و با گزارش عجیب پزشکی قانونی روبرو میشه کارشناسای پزشکی قانونی تو همون وحله اول که جسد پریا رو بررسی میکنن متوجه میشن که ناحیه سینه ی این دختر به طرز عجیبی کبود شده و معلوم نیست که علت این موضوع چیه پلیس این قضیه رو از مادر پریا پیگیر میشه مادر پریام میگه که دخترم به هیچ عنوان اجازه نمیداد تا من به بدنش نگاه بکنم مخصوصا توی این یک هفته اخیر که اصلا حتی جلوی چشم من لباس هم عوض نمیکرد من نمیدونم که چرا این اتفاق برای سینه های دخترم افتاده اما احتمال میدم شاید خودش با سینه هاش بازی میکرد و همین باعث کبود شدن اون قسمت از بدنش شده موضوع وقتی عجیب تر میشه که کارشناس پزشکی قانونی در بررسی های که داشتن متوجه میشن که پر پرده بکارت این دختر سرجاش نیست و به احتمال زیاد پاره شده بررسی های دقیق تر نشون میده که پریا توی بازه 20 روز اخیر ارتباط و نزدیکی جنسی داشته این حرفها باعث دلنگرانی بیشتر پدر و مادر پریا میشه این دو نفر از مامورا میخوان تا تحقیقات بیشتری صورت بگیره اونها میگن محال ممکنه که دخترمون بدون اجازه ما و بدون اینکه ما از چیزی خبر داشته باشیم با کسی نزدیکی کرده باشه قبول داریم که اون دختر ساده ای اما به هیچ عنوان توی این مدت اخیر چنین موقعیتی رو برای اون فراهم نکرده بودیم تا بتونه دست به این کار بزنه حالات و روحیاتی هم که در طی این یک هفته داشته با وجود این اتفاق برامون کمی عجیب به نظر میرسه مامورا با استفاده از اطلاعاتی که پزشکی قانونی در اختیار اونها قرار میده حالا تحقیقات خودشون رو در این باره آغاز میکنن تمام وسایل مربوط به مدرسه این دختر همچنین وسایل اتاقش توسط پلیس مورد بررسی قرار میگیره از طرف مامورا دو تن از دوستان صمیمی پریا که هم کلاسیش هم بودن رو پیدا میکنن و با اونها هم به این موضوع حرف میزنن این دو نفر با وجود اینکه در جریان مرگ پریا قرار گرفته بودن و ناراحت بودن توی اداره پلیس به مامورا میگن پریا توی این مدت به ما راجع به این قضیه چیزی نگفته و ما هم نمیدونیم که چه اتفاقی براش افتاده بوده اما ما هم شاهد این بودیم که پریا حالش بد بود اون دختر بسیار زیبایی بود و همیشه خدا باعث میشد تا حال ما خوب باشه توی این یک هفته که حالش بد بود و توی مدرسه گوشه گیر شده بود هر کاری که فکرشو بکنید رو انجام دادیم تا کمی لبخند به لبش بیاد ولی فایده ای نداشت اونها میگن ما از اونجایی که نگران حال این دختر بودیم ماجرا رو به مدیر مدرسهمون گفته بودیم و مدیرمون هم چند باری با پریا حرف زده بود دیگه در جریان نیستیم که به مدیرمون چیزی گفته یا نه پلیس حرفای این دوتا دختر رو یادداشت میکنه و با توجه به این حرفها به سراغ مدیر مدرسه و مشاوری که با پریا در این خصوص حرف زده بودن میره مدیر مدرسه اولش منمن میکنه و میخواد که چیزی نگه ولی بعد از اینکه میبینه حساسیت موضوع به شدت بالاست و این وسط احتمال قتل وجود داره برای همین هم حرفای مهمی رو به مامورا میزنه این زن میگه دوستای پریا بعد از اینکه بهم به هم گفتن اون حال نداره به سراغش رفته بودم حتی به مادرش هم گفته بودم که فعلا دست نگه رو اجازه بده تا من خودم با پریا حرف بزنم و بفهمم که موضوع چیه پریا اما من هر کاری میکردم به هم چیزی نمیگفت خیلی بهش اصرار کردم و ازش خواستم بگه که تو زندگیش چه اتفاقی افتاده اونم ما فقط در حد یک جمله به هم گفت که یه نامردی باعث شده تا اون به این حال و روز بیفته دیگه چیز دیگه ای به هم نگفت این جمله یه وجه مشترک داشته مشاوری هم که با پریا حرف زده بوده در اظهاراتش میگه پریا همین جمله رو به من هم گفت و چیز دیگه ای به هم نگفت من احتمال میدم که پریا با پسری در ارتباط بوده و اون خواسته یا ناخواسته کاری کرده که باعث شده تا این دختر دچار افسردگی بشه و اون رو به نقطه پایان زندگیش برسونه وگر هیچ مناسبت دیگه ای نداشته که بخواد این جمله رو به ما بگه پلیس همزمان که در حال انجام این تحقیقات بوده دو موضوع براش عجیب و مشکوک به نظر میرسه موضوع اول دقیقا روزی بوده که مادر پریا میگه اون روز به همراه همسرش به باغشون رفته بودند و پریا اون روز توی خونه تنها بوده و دقیقا از اون روز به بعد به این حال و روز افتاده و موضوع دوم هم این بوده که گویا پدر و مادر پریا از فامیلاشون درخواست کرده بودند تا از مراسم کف و دفن دخترشون فیلم برداری بکنن بررسی ها از این فیلم ها هم اطلاعات جالبی رو در اختیار پلیس قرار میده مامورا توی بازه که به خونه پریاینا رفت و آمد داشتن متوجه موضوع عجیبی شدن همسایه های طبقه بالا و طبقه پایین خونه این افراد خیلی راجع به این موضوع پیگیری میکردن اما حضور یکی از همسایه ها برای پلیس خیلی شک برانگیز شده بوده موسا و همسرش همسایه طبقه پایینی خونه پریاینا هر بار که مامورا به اونجا میرفتند این افراد توی خونه پریاینا حاضر می شدن. سارا مادر پریا میگه همسر موسا یکی از دوستان صمیمی منه این اتفاق وقتی برای من افتاد اون از همون روز اول پیش من بود و به همراه همسرش با من ابراز همدردی میکردن و و آقا موسا هم توی این روزها خیلی کنار ما بود و کمک حالمون بود موضوع ولی فقط خیرخواهی نبوده پلیس از بررسی فیلم های مراسم کفن و دفن این دختر متوجه میشه که رفتارهای موسا کمی عجیبه اون فراتر از حالت عادی و معمول مشغول گریه کردن بوده انگار که خودش رو گناهکار میدونسته و توی این قضیه دستی داشته برای همین هم پلیس به این موضوع مشکوک میشه و تصمیم میگیره تا موسا و همسرش رو به اداره دعوت بکنه همسر موسا میگه ما از این اتفاق خیلی ناراحت شده بودیم پریا عین دختر خودمون میموند و بارها به خونه ما رفت آمد کرده بود من خیلی دوستش داشتم ما الان چند سالی میشه که نمیتونیم بچه دار بشیم و مشکلم از منه برای همین هم با پریا این دخترم برخورد میکردم ده سالی میشه که با سارا اینا همسایه هستیم و اونها خیلی به خونه ما رفت آمد دارن برای همین هم هست که این اتفاق روی ما اثر بدی گذاشته و باعث شده تا اینقدر ناراحت بشیم این زن میگه واقعیت شوهرم بیشتر از من ناراحت بود و توی این بازه بارها و بارها ازم خواسته بود تا هوای سارا رو داشته باشم و اجازه ندم که تنها بمونه و هر بار که توی خونه میموندم به هم میگفت که باید به خونه ساراینا برم و پیشش باشم موسا توی اداره پلیس کمی استرس داشته بدنش تا حدودی می لرزیده و زبان بدنش هم نشون میداده که گویا از چیزی ترسیده این مرد خیلی غیرعادی توی اداره در حالی که زنش هم تعجب میکنه میزنه زیر گریه و میگه مرگ پریا باعث شده تا اون از لحاظ روحی دچار مشکل بشه موسا میگه این اواخر خیلی وابستگی پریا شده بودم عین دختر خودم میدونستمش و براش حاضر بودم هر کاری بکنم بچه که بود براش وسایل میخریدم اون فقط بستنی هایی که من براش میخریدم میخورد و حتی از دست پدرش هم بستنی نمیگرفت بازپرس پرونده به طور غیر مستقیم و نامحسوس راجع به روزی که سارا و همسرش پریا رو توی خونه تنها گذاشته بودن از این دو نفر سوال میپرسن موسا میگه اون روز به همراه همسرم به بیرون رفته بودیم اما همسر موسا این قضیه رو انکار میکنه اون میگه چنین چیزی وجود نداشته و اون روز فقط اون به بیرون رفته بوده و موسا توی خونه بوده این دو نفر سر این موضوع کمی با همدیگه بحثشون میشه و موسا میگه آره تازه یادم افتاد من اون روز خونه بودم و همسرم برای خرید به بیرون رفته بود موضوع وقتی جالب میشه که همسر موسا میگه من وقتی از بیرون به خونه برگشتم دیدم که همسرم خونه نیست و حدود یک رو بعدش اون به خونه اومد ازش پرسیدم که کجا رفته بود بهم به گفت سر کوچه بود و پیش یکی از دوستاش داشت خوشو بش میکرد این زن میگه من در همین حد میدونم و بعید هم میدونم که شوهرم بخواد که به من دروغ بگه چون اصلا چنین ویژگی نداشته مامورا اما طی بررسی هایی که داشتن متوجه میشن که گفته های این مرد به زنش دروغ بوده موسا به هیچ عنوان به جلوی درک سهل حتی به سر کوچه هم نرفته بود و از ساختمون توی اون زمان خارج نشده و تو خود ساختمون بوده مامورا بعد از به دست آوردن این اطلاعات تمامی شواهد و مدارک موجود رو در اختیار این مرد قرار میدن و ازش میخوان تا توضیح بده که چرا در حال مخفی کردن این حرف پلیس مطمئن بوده که موسا توی این ماجرا دخالت داشته و اون بوده که باعث شده تا پریا چنین بلایی سر خودش بیاره بازجویی های تخصصی از موسا آغاز میشه اون همچنان منکر قضیه بوده و میگه باور کنید اشتباه گرفتید من پریا رو مثل دخترم دوست داشتم و محال ممکن بود که بخوام چنین کاری باهاش انجام بدم نیروهای آگاهی اما طی تحقیقات تخصصی که داشتن متوجه میشن که پریا توی این مدت به هیچ عنوان با هیچ پسری در ارتباط نبوده هیچ پسری توی زندگی اون نبوده که بخواد باهاش نزدیکی بکنه همین موضوع هم شک پلیس رو به موسا بیشتر از قبل میکنه اتفاقا فشارهای اطلاعاتی بعد از گذشت یک هفته جواب میدن و موسا مجبور به اعتراف همه چیز میشه این مرد میگه باور کنید من مقصر نیستم دست خودم نبود پریا دختر خوشگلی بود و از طرفی هم همسرم از من حامله نمیشد و مشکل داشت برای همین هم درگیر این موضوعات شده بودم و از از روحی به شدت به هم ریخته بودم نمیدونستم که دارم چی کار میکنم این اواخر با همسر خودم هم درست برخورد نمیکردم پریا به خونه ما خیلی رفت و آمد میکرد بچه که بود عین دخترم دوستش داشتم اما به مرور زمان که بزرگ شد جلوی چشمم میدیدم که چقدر داره خوشگل میشه و یواش یواش بهش حوض پیدا کرده بودم اون به قدری با من صمیمی شده بود که هر اتفاقی که توی مدرسهشون یا بین دوستاش میافتاد رو میومد برای من تعریف میکرد این برام تعریف میکرد که گویا چندتا از دوستاش برا خودشون دوست پسر پیدا کردن و توی همین موضوع هم اتفاقاتی براشون افتاده ازم راجع به اینجور مسائل سوال میپرسید منم بهش توضیح میدادم که این اتفاقات چیزای عجیب و غریبی نیستن و بین هر دختر و پسری رخ میده از همین طریق داشتم آمادش میکردم تا کم کم بتونم بهش نزدیک بشم تا اینکه اون روز من متوجه شدم که پدر و مادر پریا به بیرون رفتن و دخترشون رو توی خونه تنها گذاشت همسر خودم هم خونه نبود برای همین هم وسوسه شده بودم نمیدونستم که چطور خودم رو کنترل بکنم دو سه باری به جلوی در خونه پریاینا رفتم اما مدام به عقب برمیگشتم تا اینکه دیگه نتونستم خودم رو کنترل بکنم در خونه رو زدم و وارد خونه شدم پریا با تاب و شلوارک توی خونه بود پیش من راحت بود و خجالت نمیکشید فکر میکرد که من جای پدرشم به هم خیلی اعتماد داشت توی خونه رفتم و باهاش کمی حرف زدم موضوع رو کشیدم به سمت مطالب و مباحثی که خودش نسبت به اینجور چیزها کنجکاو بود تا اینکه حرفی که نباید رو به هم به هم گفت میخواد چنین چیز رو تجربه بکنه میگفت دوستاش با دوست پسراشون کارایی میکنن که میگن حس خوبی بهشون میده منم بهش گفتم کاری نداره و من میتونم باهاش همون کاری که دوست پسرای دوستاش باهاشون انجام میدن رو انجام بدم به یه شرط که اون نباید موضوع رو به کسی بگه کنجکاف شده بود مدام اصرار میکرد که زودتر باهاشون کار رو انجام بدم منم بعد از اینکه ازش قول گرفتم کاری که نباید رو انجام دادم اول شروع کردم به معاشقه کردن باهاش حالش یه جوری شد استرس گرفته بود گرمای بدنش شده بود و بعد هم ترسید و ازم خواست که دیگه باهاش این کار رو انجام ندم اما من دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم هر چقدر به هم میگفت که ازش فاصله بگیرم اما فایده ای نداشت فانتزیم این شده بود که سینه رو بگیرم توی دستم و فشار بدم برای همین هم هر کاری که لازم بود رو انجام دادم و بعد هم به قدری کنترل خودم رو از دست داده بودم که لباساشو در و بدون اینکه اون رو در نظر بگیرم از جلو باهاش نزدیکی کردم همین هم باعث شد تا کلی درد بکشه شروع کرد به داد و بیداد کردن درگیر خون ریزی شده بود بعد از اینکه کارم تموم شد اون رو خودم به همون بردم و شست و شوش دادم و بعد هم بهش گفتم که این همون کاری بود که دوست پسرای دوستت با اونها انجام میداد اصلا با هم حرف نمیزد حسابی ازم ترسیده بود ازم فاصله میگرفت و هیچی نمیگفت من بعد از اینکه اون رو توی خونه به حال خودش رها کردم از اونجا رفتم اما میترسیدم که به خانوادهش چیزی بگه برای همین هم توی این بازه یک هفته مدام به هر طریق ممکن که میدونستم یه جورایی تهدیدش میکردم و میترسوندمش که نباید موضوع رو با کسی در میون بذاره اما دیگه حواسم به این قضیه نبود که این حرفای من داره باعث میشه که اون دوچار استرس و استراب بشه و نهایتا هم این کار باعث شد تا اون دست به این ماجرا بزنه و خودش رو به این حال و روز بندازه حرف های موسا شوکه کننده بودن و پدر و مادر پریا بعد از شنیدن این صحبت ها و بازجوی هایی که از اون شده اصلا نمیتونستن خودشون رو کنترل بکنن پدر پریا خواهش میکرده که فقط یک بار اون با موسا ملاقات داشته باشه پلیس اما این اجازه رو نمیده همسر موسا هم بعد از شنیدن این حرفها شوکه میشه و مستقیم به خونه یه پدرش میره و بعد هم درخواست طلاق صادر میکنه پرونده این مرد اما بعد از اینکه اون صحنه جرم رو بازسازی میکنه و به جزئیات ماجرا اشاره میکنه تکمیل میشه و به دادگاه فرستاده میشه شواهد و مدارک در اختیار قاضی پرونده قرار میگیره موسا وارد جایگاه میشه و در اظهارات خودش میگه باور کنید من با اراده و نیت قلبی شوم این کار رو انجام ندادم وسوسه شده بودم و کنترل خودم توی دستم نبود اگه میدونستم که حرف های من و این کارم با اسمش تا پریا خودش جون خودش رو بگیره باور کنید به هیچ عنوان این کار رو انجام نمیدادم مشکلاتی که توی زندگی شخصی با همسرم داشتم باعث شدن تا به اینجا برسم و دست به این کار بزنم پدر پریا توی دادگاه هرچی از دهنش در میاد به موسا میگه و رو به قاضی میکنه و میگه که درخواست اشد مجازات رو داره و به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیست قاضی بررسی های دقیقی رو روی این پرونده داشته و با توجه به شواهد و مدارکی که در دست بوده ثابت میکنه که موسا دست به این کار زده و باعث شده تا این دختر بر اثر تجاوزی که بهش شده نهایتا دچار افسردگی بشه و خودش این بلا رو سر خودش بیاره بابت همین هم موسا به اتهام تجاوز به عنف به پریا دختر بیگناه سارا محکوم به اعدام میشه این در حالی بوده که موسا هیچ اعتراضی نسبت به این حق نداشته و خودش هم از کرده خودش پشیمون بوده اما همسر موسا توی دادگاه جداگانه درخواست طلاق میده و همه مهریه خودش رو هم میخواسته بابت همین هم موسا توی اون دادگاه هم مجبور به طلاق همسرش میشه و از طرفی تمام مال و اموال اون از بابت پرداخت مهریه ضبط میشه همسر موسا توی دادگاه خانواده میگه با وجود اینکه من میدونستم مشکل از منه و برای همینه که بچه دار نمیشیم اما بارها و بارها به موسا گفت بودم که بهتر من رو طلاق بده و سراغ یک زن دیگه بره اگه اون این کار رو انجام میداد دیگه این اتفاقات نمیافتاد این حرفها دیگه دیر شده بودن و این پرونده با صدور احکام از طرف قاضی نهایتا مختومه اعلام میشه عزیزایی دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تو اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین بچه ممکن براتون رو روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط با آخرین جزئیات ماجرای دوتا جوونیه که درگیر رابطه نامشروع با یک زن فاحشه میشن و این وسط اتفاقات وحشتناکی براشون میفته رو تماشا بفرمایید